سعدی. خوشحالم از دیدن شما. امروز یکم ژوئیه 2004، دهم تیر ماه 1383 آمدم در لندن خدمت شما. گوشه از خاطرات شما رو ضبط بکنم، بیگمان میتونه برای دوره از جنبش فکری سیاسی و زنان ایران از دهه 1320 نکاتی داشته باشه که برای مورخان، برای کسانی علاقه‌مندن از گوشه از این تاریخ آشنایی پیدا کنند. این خاطرات، این فیلم روزی مورد بهره‌برداری این علاقه‌مندان قرار بگیره. از شما خوشحالم و از دیدن شما خوشحالم که دعوت منو پذیرفتید. خیلی متشکرم. من از اینکه تماس دائمی با خانواده علوی شما پیدا کردین، پدر بزرگ من، برادرام مرتضی، مصطفی، بزرگ علوی، این ارتباط با من هم در یک چیزه. من به شما همیشه احترام میذاشتم و احترام میذارم و از موفقیت شما رو آرزو میکنم، ولی شما خیلی زحمت میکشید و این زحمت های شما قابل ارزش با هیچ چیز نیست. کاری هم از دست من بر نمیاد که به شما کمک بکنم. خواهش میکنم. اینکه شما تمام کمک های لازمه رو به ما خانواده کردی. سپاسمندم. من روبروی شما میشینم و میخوام یک گوشی از آغاز از دوران کودکیتون، یعنی اون دورانی که در واقع شما کودک بودید، در طول تاریخ نشان میده خانواده علوی که پدرتون رفت به عنوان مشروطه خواه به مهاجرت آلمان و یک بار آمد او رو دیدید در ایران. از اینجا شروع بکنید یه مختصری راجع به دوران کودکی تا بعد من چند تا سوال دیگه هم مطرح میکنم. من روبروی شما میشینم، سوالاتی اگه پیش بیاد مطرح میکنم. فقط همطور روایت بفرمایید، من ضبط میکنم. تشکر میکنم. بفرمایید خانم علوی. من اتفاقا هیچ گونه خاطره از پدرم ندارم، برای اینکه من در کتاب خواندنی ها ما هم در این خانه حق داریم اشاره کردم که من یک زرفشان، یعنی یک برده ای رو که ما در خانواده ما آورده بودم که این برده رو مثل یه انسان ازشون پذیرایی میکردیم، من در دست او در بغل او بودم و اون هیچ وقت به من اسم پدر نمیگفت. اما یک روز من دیدم که یک جماعت کثیری اومدن به منزل ما و همه تو یک اتاق، یک مردی که نه کلاهش نه لباسش شباهت به مردم تهران داشت، دادی به من اسم زرفشان. زرفشان به من گفت که تو میدونی اون شخصی که الان تو سالونه همه دورش جمعن کیه؟ گفتم نه. گفت این پدر توه. گفتم که پدر منه؟ بعد گفت خب حالا تو رو حتما میبینه دیگه. گفتم پس چرا منو نبردن تو اتا؟ گفتم خب حالا تو از دور میبینی، بعدم میبرن تو. نشونی به اون نشونی که اصلا این پدر برای یک هفته آمده بود و برگشت و اصلا با منم هیچ تماس نگرفتش و هیچ نوع رابطه‌ای با پدر نداشتم. ولی وقتی که بزرگ شدم، یعنی در واقع مثلا 14 ساله 15 ساله که شدم، کم کم دیدم که اسم پدر در توی خانواده ما زیاد رواج پیدا کرده. اون وقت گفتم بابا این چطور اومده که منو ندیده؟ گفتم که اینجا چون این مخالف حکومته، به این دلیل این مخفیانه اومده که ارث پدری ما تقسیم بشه از ابوالحسن علوی، فدایی علوی، محسن علوی، بزرگ علوی، تمام خانواده ارثشون تقسیم بشه، اونم سهم خودشو بگیره و بره، برای اینکه
دیگه اون موقع بود که سردار سپه سر کار بود و رفت و من اصلا این پدر رو ندیدم. اما بزرگ که شدم پرسیدم که این کلاه و این لباسی این چی بود؟ و من خواهرام گفتن که بابا این کلاه فرنگی هاست که در اونجا به سر میذارن و اونم لباس. گفتن یه چیزهایی که من اصلا تو مغزم نمیرفت، نمیدونستم بفهمم که ماجرا چیه. ولی خب دیگه بعد از اینکه پدرم فوت کرد، مرتضی ادعای کمونیستی کرد در آلمان، نه به خاطر کومینترن. کومینترن اون موقع قدغن کرده بود که چیز رو سلطان این برن نهضت ملی پایه‌گذاری بشه و در این کومینترن تعدادی هم بودن، ولی مرتضی مخالف نهضت ملی بود. مخالف نهضت ملی استالین بوده؟ بله. نه مخالف، نه نه نه، برای اینکه مخالف نهضت ملی بوده، برای اینکه میگفته من کمونیست هستم. از مجله پیکارشم در دو مدت دو سال و نیم این منتشر میشده با همه عنوان اینکه این چیزه کمونیسته. ولی وقتی که گفتن کومینترن چنین تصمیمی گرفته که تمام آدمایی که قاچاقی یا دزدی و عناوین مختلف میان خارج کشور در روسیه شوروی، اون وقت پدر چیز برادر من مرتضی علوی میگفتش که نه، ما با نهضت ملی شامل حال همه نمیشیم، ما طرفدار کمونیست هستیم. بعدم بین تیمورتاژ و ایران هم که اختلاف بود، میدونید دیگه. تیمورتاژ با آلمان مرزه، ایران با آلمان. بله. نه. و رفاقت ایران هم با آلمان روز به روز زیادتر میشد. درسته. بله. در نتیجه این بحران زمانی دیگه موقع مرتضی آمد به مسکو. وقت دیگه در مسکو. نه، اول به مسکو نیامد. اول رفت اتریش. اول به مسکو نیامد. اونجا گذرنامه‌شو تمدید نکرد. بله. وقتی که فهمیدن گذرنامه‌شو تمدید نکردن، آمد به وین. اونجا هم روزنامه پیکار منتشر کرد. اونجا هم گذرنامه‌شو تمدید نکردن. و سه جا، من الان یکی دیگه شم ممکنه یه مدت کوتاه چکسلواکی بود. بله. حدود دو ماه هم چکسلواکی بود. گذرنامه‌شو تمدید نکردن و در نتیجه اون موقع انقلاب روسیه شده بود. بله. و فکر میکرد که بهترین وضع ممکنه در شوروی جدید باشه. ولی در شوروی اونجا وارد شوروی میشه و به عنوان اینکه اولا تمام وقتش رو با ذره و با لاهوتی و با داراب و با سلطان زاده آواتیس میکائیلیان بود اسمش. بله. تمام وقتش رو با اینها میگذروندش و که در کمینترن میرفتن اعتراض میکردن که ما کمونیستیم، شما میخواد که ما رو جزء نهضت ملی حساب بکنید. به این دلیل اختلافات زیاد شد. بعد انگلیسا، آلمان ها میخواستن مرتضی رو ساکت بکنن. گفتن بابا این زبان انگلیسی آلمانی بلده، اینو بفرستیم در تاجیکستان، نمیدونم اونجاها، بره ترجمه بکنه و مشغول بشه. خیال میکردن این از اون بچه هاییست که آمده فقط برای خونه که زبون یاد بگیره. این آمده بود که اصلا با کومینترن در افتاده بود. در شوروی منظورتونه بیشتر؟ بله، با کومینترن در افتاده بود و تقاضای نهضت ملی رو قبول نمیکرد. بعد اون موقع دیگه نمیدونم چه بلاها، چه حوادثی رخ داد که مرتضی دیگه نمیدونست چیکار بکنه.